به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. اطلس پرس می نگارد شکاف میان جنایت تندرو و میان رو طالبان. ظاهراً صخره سنگین جویبار خوشی های امارت را بند کرده است. خلع سلاح دولت طالبان توسط امیر و مشاورانش و عزل نظم ها و صدور دستور های پیاپی مبنی بر اجرای احکام شرعی و من ادامه تحصیل دختران و کار زنان در مؤسسات دولتی و خصوصی، حکایت از بحران نچندان خاموش در رده های بالای رهبری طالبان دارد. شیرخانی، انس حقانی و ارشادات معنادار برخی دیگر مانند صلاح الدین ایوبی نشان از آن دارد که جنایت تندرو حتی برای میان روترهای این گروه هم غیر قابل تحمل شده است. ارتش پاکستان اگر دیر به جنگند بعید نیز شاهد تمرد برخی از سران و فرماندهان امارت از اوامر امیر باشیم. واکنش احمد مسعود به جان باختن خیر محمد اندرابی، فرمانده ارشد جبهه مقاومت در نبرد روبرو با طالبان. احمد مسعود روی برگه تویترش نگاشته است: بنوش ای برف گلگون شو بر افروز، که این خون خون ما به خانمان هاست، که این خون خون گرگان گرسنه است، که این خون خون فرزندان صحراست. در این سرما گرسنه زخم خورده دویم آسی مسر بر برف چون باد، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانیم، آزادیم آزاد. سه اشتباه جبران ناپذیر جبهه مقاومت. هر بار ما دچار لغزش و اشتباهات جبران ناپذیر می شویم، به جای این که از این گونه رخدادهای خونین و فاجعه بار درس بگیریم، از تکرار و لغزش ها جلوگیری نماییم، همچنان اشتباهات خود را فاجعه بارتر از قبل انجام می دهیم. با باور بنده چند مسئله مهم ضمن این که در وقوع حوادث تکراری کمک نموده است، ما هم به نحو دچار لغزش و اشتباه جبران ناپذیر شده ایم. باید به سه مسئله مهم کمی تعامل کرد. الف، در 20 سال جنگ طالبان با دولت خبر مرگ برخی از فرماندهان مشهور آنان حداقل 5 تا 10 مرتبه در رسانه ها بازتاب یافت، اما هر بار با یک حمله سنگین اعلام حضور کردند، برای مردم پیام دادند که کشته نشدند. یعنی گروه طالبان از حیات و ممات افراد کلیدی خیش هیچ ردپای برای هیچ کسی ندادند. اما برخلاف، مرگ و شهادت فرماندهان ما یک بار اعلام می شود، آن هم قطعی و حتمی است. این بر می گردد به ضعف مدیریت و رهبری جبهه مقاومت که در نبود یک راهبرد نظامی و مبارزاتی و عدم تدابیر پیشگیرانه ما بارها آسیب دیدیم و چه ما فرماندهان عزیزمان از میدان محاربه خارج شدند. ب. مانورهای فضای مجازی و بزرگنمایی کاذب موارد دیگری است که همه ما به جای ابرو را راست کنیم، از دور دودستی چشم محبت خود را برای همیشه کور کردیم. یک نمونه اش تجلیل و گرامی داشت شب یلدایی بود که موقعیت فرمانده خیر محمد اندرابی افشا و تثبیت شد. همین گونه عکس و تصاویر از برخ نقاط دیگر سبب تلفات سنگین نیروی انسانی ما شد. در وقع چنین حوادث خود فرماندهان و چریک ها به تأثیر و تقصیر نیستند. نباید هیچ عکسی از هیچ موقعیت جغرافیایی بیرون درس کند. فرزند عامر صاحب احمد مسعود یک چنین مانور در یک محل و نقطه اجرا میکرد یا حضور پیدا میکرد، سر خودش را از موقعیت بیرون میکشید و تغییر مکان میداد. با آن که آن موقع قدرت رسانه و اطلاعات کوچک بود، اما امروز تمام طرف ها محکوم و مقصوریم که به این امر مهم توجه و تعامل نکرده ایم. باید تمام حوادث اخیر آسیب شناسایی شود و کارشیوه جدیدی برای رزمندگان ارائه و رهنمود گردد تا از تکرار اندر تکرار جلوگیری شود.
در غیر آن با بی‌تفاوتی نابود می‌شویم. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.